آقای طاهری، آیا ایران و مصر در جهت عادی‌سازی روابط بین دو کشور گام برمی‌دارند؟ بدون تردید ولی خیلی آهسته. چند نکته رو قبلا خدمتتون بگم. اولا سفر آقای احمدی نژاد به قاهره به دعوت دبیرخانه کنفرانس اسلامی بود، نه به دعوت دولت مصر، برای اینکه برای کنفرانس سران اسلامی بود. همونجور که آقای احمدی نژاد هر سال به نیویورک میرن برای شرکت در اجلاس سازمان ملل و به دعوت آمریکا نمیرن، در مصر هم چنین وضعی بود. بنابراین هنوز نمیشه گفت که دو کشور با هم در هیچ سطحی مناسبات دیپلماتیکشون رو برقرار کردن، ولی به خوبی میشه دید که هم مصر و هم ایران هر دو علاقمند هستند که به طرف از سر گرفتن روابط پیش برند. ایران خیلی در این زمینه جلو اومده. مطبوعات ایران، رسانه های دولتی ایران خیلی از آقای مرسی حمایت کردند، برخلاف بعض رسانه های کشورهای عرب. و به طور کلی اون رفتار شدید آقای مرسی رو در کنفرانس کشورهای غیر متحد در تهران ندیده گرفتند و با کمال تعجب میتونم بگم که جمهوری اسلامی خیلی کوتاه اومده در این زمینه. ولی آقای مرسی هم به نظر من علاقمند هست که این روابط رو برقرار کنه. با این حال هنوز در موقعیت قدرت نیست که بتونه این کار رو بکنه. اکثریت اسلامگرایان مصر به ایران سوء ظن دارن، یعنی به ایران اسلامی، و در این حال آقای مرسی نمیخواد روابط رو با آمریکا و عربستان سعودی زیر سوال ببره. نخست نظر خودم بگم که به گمان من دو کشور به طرف عادی سازی نمیرن، برخلاف جناب طاهری. اعتقاد من این هستش که این یک شوق و دلدادگی یک طرفه است از طرف جمهوری اسلامی با قرائن و شواهد بسیاری که دیدیم در همین سفر. لغو روادید کردن، اعلان کردن حاضرین پیمان استراتژیک ببندیم، کمک میلیاردی میکنیم. اینا همه دلدادگی یک سو از دو طرف هستش. ما شواهد قرائنی از طرف دولت مصر ندیدیم، بلکه برخلافش رو شاهد بودیم، به دلیل اینکه آنچه که مجموعه ای از مؤلفه های موجود برای به عنوان موانع پیش راه عادی سازی دو کشور بود، تنها یکی از اون مشکلات برطرف شده، اون هم رژیم آقای مبارک بوده به عنوان کسی که وارث انور سادات بوده و کمپ دیوید. این برطرف شده، اما مشکلات دیگری بسیار زیاد الان وجود داره. مسئله اینکه مصری ها شدیداً واهمه امنیتی دارن از حضور تفکر شیعی در اونجا. فراموش نکنید چندی پیش از این بودش که عده‌ای از شیعیان رو گرفتن به اتهام اینکه اینها با حزب الله لبنان ارتباط داشتن، از طریق ایران وارد اونجا شده بودن. فراموش نکنیم که به هر حال تفکر شیعی و سنی و اخوانی و اسلام ناب محمدی با هم تعارض داره. و از همه مهمتر میخوام این رو بگم که آقای مرسی که پیام آنچنانی برای آقای پرز میفرسته وقتی که سفیر خودش رو منصوب کردش و گفت برادر عزیزم جناب شیمون پرز، ایشون مشکل امنیتی خودش رو با مصر تا با اسرائیل تا آنجا میدونه که اگر نزدیک شدن به ایرانی که با مواصفاتی که امروز داره در نظر بگیره، مسلما براش خطرناکه. اگر من بخوام در یک کلام توصیف کنم روحیه دولت مصر رو، حتی همین اخوانی ها و اسلامگیرایانی که به قدرت رسیدن، با دعوتی که از آقای احمدی نژاد شد به مصر آمدش، خود آقای مرسی به تهران، در یک کلام من فقط میخوام بگم که دولت مصر با برگه جمهوری اسلامی به عنوان یک لولو خورخوره، مجبورم این تعبیر بسیار عوامانه رو به کار ببرم، استفاده میکنه. یعنی چه؟ یعنی اگر دولت مصر در روابط خودش با اسرائیل، با آمریکا، با جهان غرب، با اتحادیه اروپا نتوانه اون مزایا و امتیازات رو بگیره، اگر با کشورهای عرب، کشورهای عرب خلیج فارس، امارات، مصر، عربستان نتونه امتیازات مالی بگیره، اون موقع اون برگه لولو خورخوره رو میکنه که من دارم به این کشور نزدیک میشم، اتحاد ایران اسلامی با مثل مصر اخوانی طبیعتاً برای جهان و منطقه خطرناک خواهد بود. لذا من اعتقاد ندارم دو کشور به طرف عادی سازی می روند و این یک دلدادگی یک طرفه از طرف
جمهوری اسلامی است. تردید مناسبات ایران با سوریه و حمایت ایران از حکومت بشار یکی از بازدارنده هاست. من خیلی با نظر آقای طاهری ضمن احترام خاصی که برای ایشون قائل هستم در این مورد موافق نیستم که مناسبات ایران و مصر در جهت همگرایی است و در حال دو کشور در حال برداشتن موانع برای نزدیک شدن هستند. تمام نشانه هایی که وجود داره حاکی از این است که بجز تعارفات معمول بین دولت مرسی و دولت آقای احمدی نژاد و گذشته از علاقه خاصی که ایران برای تجدید این رابطه قائل هست، نزدیک کردن دو کشور بسیار بسیار دشواره و موانع موجود اجازه تجدید مناسبات یا عادی کردن این روابط رو در آینده قابل پیش بینی نمیده. همونطور که عرض کردم یکی از موانع وجود حمایت جمهوری اسلامی از حکومت آقای بشار اسد و روشن نبودن تکلیف سوریه در وضعیت کنونی است. چطور میشه آقای مرسی آقای اسد رو محکوم بکنه به کشتن مردم خودش و متهم بکنه به جنایت علیه بشریت و ضرورت محاکمه او رو تاکید بکنه و بعد جمهوری اسلامی که سوریه به هر حال عامل و عنصر اصلی امنیت منطقه ایش هست این موضوع رو تحمل بکنه؟ ولی گذشته از این مسائل دیگری هم وجود داره. یکی اینکه اقتصاد ایران و مصر اصلا مکمل همدیگه نیستن. ایران و یا مصر اگر کنار هم نباشن هیچ چیز خاصی از دست نمیدن. مصر نیازمند به سرمایه گذاری خارجی است، نیازمند بازسازی اقتصاد از دست رفتش و کشورهای مثل قطر و حتی عربستان سعودی وقتی کمک‌های مالی سخاوتمندانه به مصر می‌کنن طبیعتاً همراه این کمک‌ها نفوذ سیاسیشون رو هم می‌برن. قطر در طول 6 ماه گذشته 4.2 میلیارد دلار یا کمک مستقیم نقدی به دولت آقای مرسی کرده و یا وعده سرمایه گذاری داده و این با وضعیت ایران فرق میکنه. وقتی آقای احمدی نژاد فریاد میزنه که ما هم میخوایم یک کمک نقدی بدون حد به جمهوری مصر بدیم، یعنی فشار قطر رو در این مورد احساس میکنه. غیر از نکته‌ای که به درستی آقای طاهری به اون اشاره کردن، یعنی تفاوت بین شیعه و سنی در روابط ایران و مصر و تاکید سلفی های مصر به این که دور از حاکمیت شیعه ایران قرار بگیرن، حتی عناصر میان رو هم در درون اپوزیسیون مصر یا اپوزیسیون حکومت آقای مرسی با این موضوع روی موافق ندارن. همزمان با اینکه آقای شافعی وقتی کنار آقای احمدی نژاد بود و به او درس میداد که در مورد بحرین این کشور برادر رو مورد احترام قرار بده و یا رئیس الاسر از آقای مرسی میخواست که رعایت حقوق کشورهای سنی رو بکنه، برادرزاده آقای انور سادات محمد اسمت سادات بیانیه دیگه میداد از نظر دیگه. او شخص لیبرالی است و مورد انتقاد قرار میداد نزدیکی احتمالی مناسبات دولت مرسی رو با دولت ایران. مجموعه تصویر رو که کنار هم دیگه میذاریم به نظر من بغیر از تعارفاتی از نظیر پهن کردن قالی سرخ و یا تعارفات زبانی، حرکت عملی در جهت آزاد کردن در عادی کردن مناسبات دو کشور تا به حال صورت نگرفته و عبور از این موانع به اون سادگی که ما تصور میکنیم نیست.